7 ماه و 12 روز از 14 مرداد 1285 میگذشت، یعنی روزی که مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت رو صادر میکنه. توی شهر تبریز که نقش برجسته‌ای هم توی همین نهضت مشروطه داشته، توی خانواده کاملا ادبی دختری به دنیا میاد. سلام، من محبوبه هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. خوش اومدید. و توی این ویدیو قرار درباره پروین اعتصامی صحبت کنیم. رخشنده اعتصامی که بعدها اسم خودش رو پروین تغییر میده، دختر یوسف اعتصامی و نوه میرزا ابراهیم خان مصطفی ملقب به اعتصام الملک آشتیانی در 25 اسفند 1285 به دنیا آمد. دختری که از 4 تا برادر بزرگتر خودش بیشتر شبیه والدینش بود. پدر و مادر پروین فرهیخته و کاملا ادبی و اهل کتابت بودند. پدرش به زبونهای انگلیسی و عربی و فرانسوی تسلط داشته و کتابهای زیادی رو هم ترجمه کرده بود که تربیت و نسوان معروفترین اونهاست. پدرش بعد از عباس میرزا دومی نفری بود که دستگاه چاپی و حروفی رو میخره و به تبریز میاره و بعدها هم مجله بهار رو راه اندازی میکنه. مادر پروین به نام اخترالملوک فتوحی بخشایشی متخلص به شوری از آخرین شاعران آذربایجانی دوره قاجار بوده که بدون شک میشه نتیجه گرفت که پروین ذوق شعری رو از مادرش به ارث برده. پدر در سال 1288 به عنوان نماینده مردم تبریز تو مجلس شورای ملی انتخاب میشه. به همین خاطر خانواده به همراه پروین 6 ساله به تهران مهاجرت میکنن. به واسطه حرفه پدرش مشروط خواهان و چهرهای ماندگار فرهنگی مثل ملک و شعرهای بهار، ده خدا و سعید نفیسی به منزلشون رفت آمد میکردن و پروین خواه و ناخواه در جریان کارهای پدر قرار میگرفت و با این اشخاص آشنا میشد و بعدها همین افراد شدن چراغ راه زندگی پروین. پروین خیلی کتابخون و دختر و شجاعی بوده و به واسطه آموزش‌های پدرش و اساتیدی که توی خونه بهش تدریس می‌کردن تو زبان عربی و انگلیسی و فارسی مهارت پیدا می‌کنه. به خاطر علاقه زیادی که به ادبیات داشته با کتاب‌های سعدی، حافظ، مولانا، فردوسی، نظامی و ناصر خسرو آشنا میشه و بیشتر اشعارشون رو حفظ بوده. پروین خودش هم از سن 7 سالگی شعر می‌گفته و همیشه مورد تمجید و تعجب بزرگان ادبیات بوده. دختر نوجوانی رو تصور کنید که از کودکی اسباب بازیش کتاب بوده، پس همچین آینده‌ای دور از انتظار نبوده. مضمون بیشتر شعرهایی که پروین از خردسالی میگفته کودکانه و حالت مناظره داشته. مثلا توی این شعر مناظره نخود و لوبیاست. نخودی گفت لوبیا را، کس چه من گردم این چنین تو دراز. گفت ما هر دو را باید پخت، چاره ای نیست با زمانه بساز. یا تو مناظره سیر و پیاز اینجوری بیان کرده که سیر یک روز تنه زد به پیاز، که تو مسکین چقدر بدبویی. گفت از عیب خیش بیخبری، زان راه از خلق عیب میجویی. خب میبینیم پروین شعرهایی که توی کودکی و نوجوانیش هم گفته پرمعنا بوده. راستی بیشتر مطالبی که ما توی این ویدیو استفاده کردیم بر اساس این دوتا کتابه که مشخصات کامل رو توی توضیحات قرار میدم. کتاب زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی پروین و راز پروین از کریم فیضی. پروین تو سن 18 سالگی در سال 1303 از یه مدرسه آمریکایی به اسم ایران کلیسا با نمرات بالایی فارغ التحصیل میشه. به خاطر مهارت بالا تو زبان انگلیسی به مدت 2 سال تو مدرسه خودش مشغول به تدریس میشه. پروین در مراسم فارغ التحصیلی خودش سخنرانی جالبی هم داشته که در نوع خودش جسورانه و قابل تحسین بوده. اون تو متن سخنرانیش از حقوق زنان، بیسوادی و بیخبری زنان و وضع نامناسب اجتماعی زنان و همچنین نقش زن در پیشرفت مسائل اجتماعی بیان کرده و راه حل مشکلات عمده ایران در اون دوره رو تعلیم و تربیت برابر زنان و مردان میدونسته. دوستان و کسانی که پروین رو میشناختن جز نیکی ازش چیزی نگفتن. اونها پروین رو پاک تینت، پاک دامن، خوشرفتار و مهربون توصیف کردن. پروین خیلی اهل مقام دوستی نبوده و با وجود دانش بالایی که داشته فخر فروشی نمی کرده و خیلی هم اهل صحبت نبوده و بیشتر اهل کتاب و تفکر بوده.
شخصیت معروف ادبی چون ملک الشعرای بهار که همواره پروین رو تشویق می‌کرده و با انتقادهای سازندش سعی در درخشش بیشتر پروین داشته که بعدها خود پروین به پیشنهاد بهار دیوانش رو چاپ می‌کنه، در مورد ایشون اینجور سخن گفته: از چند قرن گذشته، یعنی بعد از حمله مغول تا به امروز، زنی بهتر از پروین اعتصامی شعر فارسی نگفته است. در سال 1313 پروین با اصرار پدرش با پسرعموی خودش تیمسار فضل‌الله اعتصامی ازدواج میکنه، شخصیت نظامی که رئیس شهربانی کرمانشاه در اون دوران بوده و از لحاظ اخلاقی و رفتاری اصلا شبیه پروین شاعر نبوده. به گفته برادر پروین ابوالفتح که از بقیه برادرها هم به پروین نزدیکتر بوده، پروین بعد از ازدواجش از محیط منزه خانه پدری ناگهان به خونه‌ای وارد میشه که یک دم از مشروب و دود و دم و تریاق خالی نبوده. ازدواج پروین بیش از 2 ماه دوام نداشت و از همسرش جدا میشه و به خونه پدرش در تهران برمیگرده و هرگز دوباره ازدواج نمیکنه. پروین هیچ وقت از چون و چرای طلاقش صحبت نکرد، اما این حادثه ناخوشایند زندگیش رو در چند بیت بیان کرده: ای گل تو ز جمعیت گلزار چه دیدی؟ جز سرزنش و بدسری خار چه دیدی؟ ای لعل دل افروز تو با این همه پرتو، جز مشتری سفله به بازار چه دیدی؟ رفتی به چمن لیک قفس گشت نصیبت، غیر از قفس ای مرغ گرفتار چه دیدی؟ با اینکه ازدواجش ناموفق بوده و جزو اتفاقهای بد زندگیش محسوب می شده، اما دوباره می تونه زندگیش رو به دست بگیره و در سال 1315 در زمان ریاست عیسی صدیق در دانشسرای عالی به مدت 2 سال به عنوان مدیر کتابخونه مشغول به کار می شه. یکی از اتفاقهای خوبی که تونست روحیه پروین رو برگردونه چاپ شدن دیوان اشعارش بود. قبل از ازدواج پدرش به خاطر شرایط بد جامعه و تفکرات اشتباه درباره زنان شاعر راضی به چاپ دیوانش نبوده، اما بعد از جدا شدن با رضایت پدر این دیوان چاپ میشه. دیوان پروین بیشتر شامل شعرهایی بود که قبل از 30 سالگی سروده بود و بیش از 606 شعر در قالب قطعه و غزل و مثنوی بود. پس از چاپ دیوان پروین و موفقیتش، پروین تبدیل به مشهورترین زن شاعر در ایران میشه. شعرهای پروین سبکهای مختلفی داشت و حاوی دردهای جامعه و دغدغه‌های فکری خودش بود. همچنین روحیه ظلم ستیزی و مخالفت با ستم و ستمگران رو میشه از شعرهای پروین متوجه شد. با این حال پروین شاعر محبوب دولت‌های مختلف از تاریخ ایران بوده. رضا شاه و محمد رضا شاه و همچنین مردم اون دوره با شعراش ارتباط برقرار کرده بودند. حتی با وجود اینکه پروین اونها رو در اشعارش مورد انتقاد قرار داده بود، ولی خب گویا انتقادهای پروین رو به خودشون نمی‌گرفتن. رضا شاه به پروین پیشنهاد می‌کنه تا ندیبه و معلم ملکه بشه و همچنین جایزه و نشان هم براش میفرسته، ولی پروین قبول نمیکنه و جایزه رو پس میفرسته و همین دلیلی میشه تا حکومت رضا شاه حساسیت بیشتری به پروین پیدا کنه. اشعار پروین حاوی احوال شخصی، فقر و ظلم ظالمان و ضد استبداد بوده. پروین در بعضی از اشعار زنها رو نصیحت میکنه تا در بند ظاهر و زینت لباس نباشن و ساده زیستی و تقوا و دانش دوستی رو پیشه کنن، چیزی که فکر میکنم برای جوانان امروزه چه دختر و چه پسر ضروری باشه. پروین در اوج محبوبیتش بود که پدرش فوت میکنه. خیلی به پدرش وابسته بود و در تمام طول عمرش حتی در سفرهای کاری پدر همراه اون بوده. با مرگ پدر و به خاطر حال روحی بدش مدتی از سرودن دست میکشه، که البته برای پدرش هم شعری سروده بود و متاسفانه خودش هم خیلی عمر نمیکنه و در سن 35 سالگی در سال 1320 به علت بیماری حصبه بعد از 12 روز تحمل این مرض فوت میکنه. عده مرگ پروین رو خیلی مشکوک بیان کردن، اون هم به خاطر اختلافی که با پهلوی ها داشته. حتی در جایی گفته شده که پزشک بر سر بالین پروین حاضر نمیشه و همین رو علت بدتر شدن حال پروین و در نهایت مرگش میدونن. جالبه پس از فوت پروین هیچ مراسمی برگزار نمیشه و بدون هیچ یادبود و تشریفاتی در قم دفن میشه و شعری که خودش سروده بود بر سنگ مزارش نقش پیدا میکنه: اینک خاک سیهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است.
اینکه شاعر معاصر بوده اما جزئیات دقیقی از خصوصیات فردی و حوادث زندگیش وجود نداره. البته باید گفت پروین خیلی هم اهل محافل و خودنمایی نبوده و شخصیت گوشیگیری داشته و از حاشیه دوری میکرده. خب امیدوارم که تونسته باشم به خوبی پروین رو به شما معرفی کنم. به دیوان پروین سر بزنید و شعرهاش رو بخونید و اگه نکته درباره پروین میدونید حتما بهمون بگید و بگید که کدوم شعر از دیوانش رو دوست داشتیم. با یه شعری از پروین با شما خداحافظی میکنم. تا ویدیو بعدی خداحافظ.